سلام علیکم، حالتون چطوره؟ پس از سالها انتظار، ستاره آشپزخانه ها، خانوم قضا، این شما و این الی. سلام علیکم. سلام. حالتون چطوره؟ خیلی خوش تشریف آوردین به آشپزخانه بینی. شما خوبین؟ همه چی خوب؟ ممنونم که افتخار دادین. قربون شما. امروز قراره برامون چی درست کنیم؟ اومدم امروز خورشت به براتون درست کنیم. به خورشت به فصلشه و بسیار خورشت خوشمزه به هم که میدونی یه میوه بهشتیه. خب خورشت به چیا داره توش؟ خورشت به طبق معمول همه غذاهای ایرانی پیازداغ، گوشت، لپه، ادویه‌جات و خود به. دیگه چیزای دیگه هم که مثل آب لیمو و شکر و زعفرون و این چیزا هم توش هست. هر چی که می‌خواستی واسط گذاشتم. دستت درد نکنه. فقط قرار بود گوشت رو یه ذره درشت‌تر خرد کنی. من چرا نمی‌دونم، فکر کردی قیمه است. هیچ چه باشه. ولی این به. حالا اشکال نداره. شما به بزرگی خودت. باشه، من که همیشه در حال بخششم. همیشه در حال بزرگواریه. خدافظ. دو تا پیاز خوشگل سفید داریم. میدونین که بهترین پیاز برای غذاهای اینجوری رنگ روشن پیاز سفیده، چون پیاز صورتی و قرمز رنگ غذا رو تغییر میده. من به روش خودم پیازا رو خرد میکنم. خب بهنام جان، پیازای من تموم شد خود کردنش، فقط یه ظرف بده که بریزم توش، برم سراغ سرخ کردن و بهنام اینو خالی کنم. خب این برای پیازاتون. اینو میذارم واسه آشغالت. ماشاءالله پیاز. مادر جان عقیده دارن که هر چی پیاز بیشتر غذای خوشمزه تر، مخصوصا تر. حالا میدونید تو چه غذایی خیلی خوشمزه تر میشه؟ چه غذایی؟ هر نوع آشی که درست میکنی پیاز و پیاز داغش زیاد باشه خوشمزه تر. خب اینم از این به. اوه چشام سوخ. این چرا چشاش نمیسوزه؟ من ببینین اصلا معذرت میخوام، بهت گفتم این ببینم در چهت میتونه. آه نه خوبه. میخوای من بکنم؟ نه میخوای بعد بگی غذا رو من درست کردم؟ نه فقط مراقب انگشتات باش. میدونم که از موقعی که زن بابام شده 50 سال گذشته و مینیموم 50 سال داره آشپزی میکنه. من بها رو این مدلی مثل اندازه قاچه پرتقال یا گرپ فروت خورد میکنم با پوست. بچه هم میدونین که این دونه های به هم نگه دارین خاصیت داره، میتونین بذارین یک کمی خشک بشه. زمستونا وقتی سرفه میکردین موقع خواب چند تا دونه از اینا رو بذارین زیر زبونتون، سینه‌تون نرم میشه و تا صبح دیگه سرفه نمیکنین. اینم از این. الان برای 500 گرم گوشتی که داریم حدوداً چند تا به کافیه؟ فکر کنم دوتاش کافی باشه یا نهایت دوتا و نصفی. هر وقتی خرد کردم متوجه میشه. خب اگه دوتا و نصفیشو ریختیم تو خورشتمون با نصفه دیگهش چیکار کنیم؟ دیگه نصفه دیگهش هم یک کاری میکنیم. من دارم این مثلا بها رو تخم زدایی میکنم. زورم قوت گرفت و اولی نتونستم. به خاطر بهنامه که به قلصم وایستدم. کلن پسر آدم مثل اینکه من و بهنام با هم خیلی دوستیم. ما دوتا رفیقی. خوبه ما دوتا داداش داشت. خیلی خواستم هم داده شگرده یه کفاش. آره کاشکی شگرده. ما دوتا داداشیم. تیغ
دیگه بقیه راسیم شبا تو جامون درک میخوابی درک هر کی شب تو جای خودش میخوابه دیگه. بس بینم جان شما لطف کن گاز روشن کن. روغن. خب یه نکته، ماهیتابه ها و قابلمه هاتون که استیله، اگه میخواین نچسب بشه قبل از اینکه هر کاری بکنید گازتون رو روشن کنید درجه زیاد، حالا چه شعله چه برق چه باتری چه چراغ مفتی، بذارید تا این داغ داغش. ببین الان جوری داغ شد که دستت چیز میشه، یعنی نمیتونی دستت نگه داری. الان روغن رو میریزی. حالا بهار رو برای اینکه خوشگل بشه و دو طرفش سرخ بشه سریع میچینیم توی روغن تا جایی که جا بگیره. کم کم کنیم بباشیم. خب حالا آخرین دونه های بهمون هم سرخ شد، همه رو بر میداریم، به جاش پیاز ها رو میریزیم، در روغن رو اضافه میکنیم. زردچوبه و فلفل اضافه میکنیم. یه تا قاشق چای خوریم. حالا گوشتمون رو اضافه میکنیم. رنگ گوشتمون عوض شد، لپرم یه تپ میدیم باهاش. لپه نباید زیاد تف بخوره بخاطر اینکه سفت میشه. تفتش هم ندیم له میشه. بهنام جان آب جوش رو لطف کن به من. یه ذره نمک میریزیم تا بعد نمکش رو اندازه کن. بریزم؟ بریز دست درم. بس بود بگو بس. لپه ها آدم باید میکنه فیلم بست. خب حالا درش رو میذاریم بجوشه تا گوشتمون بپزه. بهنام جان اگه ممکنه دیگه میتونی برنج رو روشن کنی. ششیم این همه برنج. خب پس یه نیم ساعت میریم تا اونا بپزن، منم اینجا رو یه تر تمیز بکنم و دوباره برگردیم. الان فکر کنم گوشت ما تقریبا پخته. درش رو بر میداریم، یه آب لیمو، زعفرون و شکر درست میکنیم. شکر باز به اندازه دلخواه، اگر شیرین دوست داریم شکر بیشتری بریزیم. معمولا ملسش خوشمزه میشه، ترش و شیرین.
اندازه دو قاشق غذاخوری پر. آب لیمو. کل بهار رو میچینیم روی گوشت و لپه. چه عطری داره این به. ماما این پیازاش آب میشه دیگه. بله. جا میفته. لیمو و زعفرون و شکر رو میدیم روش و تازه خوش رنگ میشه. من عقیدم بر اینی که هر کس که میگه مثلا 100 گرم از این، 2 قاشق از اون، 2 قاشق از این، همش بستگی به باید بچشی غذا رو، چون روی چی میگن این مدتی که زندگی کردم و آشپزی کردم این تجربیات رو به دست آوردم. نمیشه گفت دقیقا چه اندازه. خب و حالا در غذا رو میذاریم، حدوداً 1.20 دقیقه طول میکشه تا بهام بپزه و برنجمون هم حاضر میشه. میایم خدمتتون. تو رو خدا بفرمایید. چشمت من میکشی برنج؟ مامان این خورشتو از کی و کی یاد گرفتی؟ من خورشتو از من همه بیشتر غذاهامو از مامانم یاد گرفتم و بعدم خانم برادرم. زینت سادات. آره این مامانم. و مریم جون زندایی. من بهو این مدل خورد میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم اینجوری برای مهمونی مجلسی تره. بعضیا به صورت خیلی مکعب خورد میکنن ولی من این مدل خورد میکنم. من الان باید به بخورم به چی؟ این یه دونه رو میخوام نمیاد. من بریزم برای یکم گوشت و لپه و آب خورشت اول. یه دونه کافی. چه یه دونه؟ نمیدونم. مرسی، دست درد نکن. خب بفرمید. من اینو دوباره اینجوری بچرخونم که نمیچرخه این بشقابه. مامان خانوم چی کرده؟ یه دونه به، یه دونه گوشت و خورشت و برنج. خوب شده؟ عالیه. واقعا مثل به که بهشتیه، خورشت به هم بهشتیه. شیوا جون بفرمین. قلتون تو برم. من وقتی دستپخت مامانم رو میخورم و لذت دنیا رو میبرم. تو دستپخت خانم رو تنم من دست شما رو بودم. نه آشنام رفت تو خوره. لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره. الی جون داره در میره برمیگرده بره کانادا. اگر کامنت زیاد واسش بذارید دوباره براش میام. بیاد استانبول پیشمون و یه ویدیوی دیگه باهاش ضبط کنیم انشالله. منم قربون همتون برم. خدا نکنه. مراقب خودتون باشید. به قول مجید از کنار برید. بای بای. خودتونو ببوسید.
آخه این مامان کوچولی تیجوری مامان منه چه میدونم تقصیر بابات بوس کنم این همه بوس کردم تقصیر بابات بوده دیگه منو گرفته شما ها ولی خب من شما کوتا نشید خیلی بد گفتی تقصیر بابات بوده من... نه زن کوتا گرفته امروز قراره براتون خورشت کرفس ببخشید کرفس ها چقدر گرده ببخشید